معقول بوده تو این یه سال پیگیری کارو من بشه پسر جون. چشم، خیالت راحت باشه. بشین اینجا. قول میدم اگه رحمت خانوم تا سال دیگه عمرش به دنیا باشه و ایران زندگی کنه، سال بعد که برگشتی با همدیگه بریم پیشش. انشالله. سمیرا این داره با کی حرف میزنه؟ با خودش دیگه. آه این خطرناکه که دیشب تو روزنامه خواندم یه مردی شب زنش رو خفه کرد، فهمیدم همین کارا رو میکرد. دیگه چیزیش نیست. او کار دیگه چیکار بکنه تو بفهمی چیزیش هست؟ دیگه داره چکرات پکرات میزنه که. نه هادی که خوب بود، از وقتی اومدیم این باغ اینجوری شد. اصلا نمیدونم آخه آدم دو روزی که خوله روانی نمیشه. وای جان زمینشو داشته باشه میشه دیگه. سمیرا تو چه سادیت می این زمینشو داره دیگه. خب حالا میگی چی کار کنی؟ چی میدونم، اصلا تو سلاح نیست با این تو این باغ باید. این اصلا خیلی حالش بازی. یعنی بیام خانه شما؟ نه کار، تو چرا اینجوری عوضی پاوضی همه رو هپرات پاپرات میفهمی آخه؟ آخه دو روزه ادب خونی شوهرش رفته که بر نمیگنه مردم چی میگن آخه؟ عیبه زمان دیگه تکرار نکنی ها؟ عیبه گاز بگیر زمان تو معلوم بشه عیبه. یادت با منه. ولی آخه این جوانم که اینجوری میکنه آخه سمیرا، آدم میترسه تو رو با این. ساعت چند پسر جون؟ 4:59 دقیقه. یه دقیقه دیگه من تعامل کنی بعد راحت میشی. دلم برات تنگ میشه. خب من هم همینطور. الان چقدر مونده؟ 20 ثانیه دیگه. 20 ثانیه. من اگه 20 ثانیه دیرتر اما مغازه اومده بودم بیرون، الان همه چی یه جور دیگه شده بود. 10 ثانیه. به اون زودی نمیمردم. 5 ثانیه. اون وقت شاید هنوز زنده بودم. 3 2 1. تو هم سن میبینی؟ آره. قشنگ؟ قشنگ. قاقر یعنی تو منو میبینی یعنی؟ آی آره میبینم. خیلی خراب دیدی؟ چرا اینجوری میکنی؟ ساعت چند الان؟ 20 ثانیه گذشت. 20 ثانیه. پس یه بار ساعت رو دقیق نگاه کن. 35 ثانیه گذشت. یعنی خب شما ساعت عقبونده ها؟ نه درسته. سمیرا تو تا کی میخوای بشینی خلبازه شهر تو تماشا بکنی؟ سمیرا خدا با من کاری نداره، برای خودش نشسته یه گوشه. سمیرا جان خودت میدونی، منم میدونم وضعش طبیعی نیست، بعد یه فکر براش بکنی. خب چی کار کنم؟ بگم 2 دقیقه با خودت خلوت نکن؟ نه خلوت برای اینجور مریضا سمه. حالا دیگه شدی روانپزشک؟ سمیرا به عزم ماما 2 هفته پیش دکترها خودشون داشتن میگفتن اینجور مریضا رو تنها بذاری میرن تو هپروت. هپروت کدومه اعظم؟ هادی فقط یک کمی خیال بافی میکنه همین. ای مرا بکشتی با خیال بافی تو. خوب شد درست تموم شد. همون خیال بافی که تو میگی من میگم هپروت. اینقدر میرن تو هپروت، اینقدر میرن. مرا نگاه نکن، اونجا نگاه کن. میرن تو هپروت، میرن تو هپروت. الان ساعت گویا میگیرم. نمیاد. وای عزم میگی چیکار کنیم؟ تنهاشون نذاریم دیگه سمیرا، تنها نذاریم. مرا وحشت بگیفته. تو حق داری. الان تو هپروته، الان تو هپروته. نگو تو رو خدا. میبینی؟ نشون میده که ساعتم دقیق بوده. چه میدونم والا. میگم نکنه ساعت خودت عقب بوده اون. پسر جون قاقاله من 70 ساله سر ساعت 5 میرم. نه یه دقیقه این وقتا، نه یه دقیقه اون وقتا. میرم. تو اصلا این آقا رو میشستی؟ نه. تو اینو قبول داری یا منو؟ اصلا شما با هم هماهنگ کردی دیگه؟ نه. میگم ببینی این دیگه خیلی حالش خرابه. من به تو میگم این دیگه به درد تو نمیخوره. ببینم که آدی تو اینجایی؟ ناسلامتی، ما آمدیم پیش شما ها ببینیم تو. پس چی شد که؟ هادی جان چای دم کردم، بیم با هم دیگه بخوریم. ببخشید من یه ذره اینجا کار دارم، الان میرسم خدمتتون. نه دیگه شما گفتی ساعت چند؟ ساعت 5. الان ساعت چنده؟ 5:16. بله. یه خوردم بریم بالا تا یه چای بخوریم. من میخوام سری رفع زحمت بکنم آخه سمیرا. آقا هادی میخوام برم آخه. نه میگم که یه ذره از کارم مونده، الان میرسم خدمتتون. داره که بابا جان رفتی؟
خدا حافظ. خدا حافظ؟ من الان اینجا هستم. میگه خدا حافظ، دست شما در نکنه دیگه. سمیرا جان خدا حافظ. خدا حافظ. هادی، هادی اصلا منظور بدی نداشت، ببخشید. نه عزم خانوم، با شما نبودم. آره ببین راست میگی. داشتم میگفتم خدا حافظ خاطرات گذشته، خدا حافظ مردان قدیم، خدا حافظ عشقای پایدار. بفهم. خیلی الان حال بده. حتی گب زنه، حتی گب زنه، حتی بی خودی گبم زنه. آخه درست حسابی نگویه. لبش نکنده، لبش نکن هست آدم لبش. حالا بیا بریم، حالا شاید خوب بشه دیگه. بیا بریم ببینم که. بفرمین. دست شما در نکنه سمیرا خانم. واه چی چای خوش رنگی. خونه ما بودی از این چای خوش رنگ درست نمی کردی. بفرم. وای آقا هادی، چرا شما ساکتی؟ چرا حرف نمیزنی؟ شما که خوش کلام بودی، خوش مشرب بودی، با همین حرف و کلامت دل خرشوهر ما رو بردی. حالا حرف بزن دیگه. من میگم ما یه ذره عجله کردیم. ما که گفتیم آقا جان برای عقد عجله نکنی. خودت گفتی. عقدو نمیگم، اونو که خودتون در جریان بودین. بالاخره برای پاس کردن چک استاد و وام ازدواجمون مجبور بودیم عقد کنیم، مگه نه سمیرا؟ خب چرا عجله کردی؟ نه تو زندگی مستقلمون عجله کردیم. حتی حرف زنه، حرف زنه، حرف زنه. زندگی مستقل اجازه که ما هنوز برای سمیرا جهاز نگرفته بودیم. ما آمادگی نداشتیم که. خودت اومدی عجله کردی. گفتی چی؟ خونه ما اگه بودی یادت بیاد داشتی چای می‌خوردی. گفتی باغ سرهنگ. ما هم گفتیم خب باغ سرهنگ باشه. حالا که شما میگی حرف شما رو گوش کنیم، بد کاری کردیم. والا من که اصلا داشتم خونه داداشم اینا زندگی میکردم، با تو کاری نداشتم. اه سمیرا تو نبودی هی میگفتی بریم سر خونه زندگی خودمون، بریم سر خونه زندگی خودمون. آقا هادی، هر دختری که عقد میکنه دوست داره چه سریتر بره خونه شوهرش. یه چند وقتیه برنامه ریزیم طبق نقشه پیش نمیره، برای همین یه چند روزی، فقط یه چند روزی نیاز دارم که برم خونه بابا مینا. بله؟ خونه بابا تینا؟ اون وقت من اینجا چیکار کنم؟ تو هم برو خونه داداشت اینا. عمرن من پامو خونه داداشم اینا نمیذارم. ببینم چمدونت کو؟ کیف سازت کو؟ وسایلت کو؟ بردم خونه بابا مینا. دست شما در نکنه، دست شما در نکنه آقا هادی. بدون مشورت خودت میبری، خودت میدوزی، خودت میپوشی، شدی یه دونه پیل آقا واسه خودت دیگه. ما اینجا شدیم مداد سفید. وا این چه حرفیه میزنی اعظم خانوم؟ میگم مجبور بودم. ببین هادی، بله. حرف نزن، حق نداری پاتو از اینجا بیرون بذاری. مجبور بودم به بفهم. پس من یعنی تو الان نفهم بودم؟ کیم چه حرفی زد؟ میگم منو درک کن. اصلا هر کاری دلت میخواد بکن، هر جایی دلت میخواد برو، ولی من پامو از اینجا بیرون نمیذارم. آفرین، اصلا کوتاه نیه. یعنی چی معنی داره خونه داداشه؟ دختر مرده باسته که خونه داداشه داداشه. نمیدونم آدرس باشکار از کجا گیر آوردن. فکر کنم زیر سر قدرت باشه. نه بابا قدرت زبونش قرصه، چه حرفی رو میزنی؟ پسر راجب ما خیلی تحقیق کرده و این دو روزه چجوری میتونه سادست باشگاه رو گیر بیاره. حالا چی میگفت؟ همون چیزی که من حد سده بودم، میخوان خانوم رو ببینن. و من یه خانوم تابلوی نقاشیه که میخوان ببیننش. مردم چه توقعی دارن آ. ببینم شما با خانوم صحبت کردی؟ آره صحبت کردم. سراغتو میگرف، امشب بهش زنگ بزن. ولش کن، نمیخوام فکر کنه دارم چاپلوسیشو میکنم. تو و پدرت کلی به گردن این خانواده حق داری. اگه شماها نبودین الان مال و املاکش همش هاپولی شده بود. خانمم خودش اینو میدونه. پس چرا نمیاد سند باقوم نام بزنه؟ چرا معطل میکنه؟ بابا پاش لب گور اگه بیفته بمیره ما دستمون به کجا بنده؟ نمیدونم چرا امضا نمیکنه. یه شکی تو دلشه. پسره میگفت یه نفر از گذشته خانوم اومده میخواد خانومو ببینه. گذشته خانوم؟ تو گذشته خانوم کسی نیست. پدرش که خدا رحمتش کنه، شوهرش هم که تو خارج از کشور فوت کرد، بچه‌ای هم که نداره. الان یه ماه میگی امروز فردا، امروز فردا همه چی درست میشه. پس کو؟ مگه تقصیر منه؟ مگه من خوشم میاد این همه بدبختی بکشم؟ به خاطر من، به خاطر زندگیمون. سمیرا فقط یه بار دیگه،
یه بار دیگه یه فرصت دیگه من بده. خب باشه میرم، ولی یادت باشه این آخرین باریه که دارم کوتا میام. خیلی ممنون خانمی، من تو رو نداشتم چی میشون؟ مگه نگفتی میخوام برم؟ خب چرا نمیری؟ برو دیگه. با منی؟ نه با شما نبودم، شما بفرمایید. من که داشتم میرفتم، ولی مثل که شما خیلی عجله داری. نه میگم یه وقت دیر وقت نشه، بفرمایید. معلوم نیست منو میخوای دک کنی تو این باغ به این درندشتی چه غلطی بکنی. هیچی به جون تو. به جون خودت. به جون خودم دارم میرم خونه بابا مینا. خیلی خوب من میرم تو خونه، حق نداری پاتو بذاری تو، فهمیدی؟ اصلا برو همون خونه بابا تینا. سمیرا یه دقیقه، سمیرا در باز کن، سمیرا گفتم برو خونه بابا تینا. چی شد؟ دعواتون شد؟ تو چی فکر میکنی؟ آره دعواتون شد، در باید بس، اینجا هم شکی فرق کرد، اینا رو داد بهت، دعوا شد. تو از کجا سر کلت یهو پیدا شد؟ تو که رفته بودی، باید خدافزی کردم. نه، اصلا دیدم حرفای خانوادگی میزنی، رفتم که راحت باشید، ولی نرفتم که کلن رفته باشم، حالا هم که هستیم در خدمتون دیگه. مادر، الو، سلام مادر. بله الان میام، دارم میام، خدافظ. من باید برم. کجا میری؟ باید برم خونه مادرم. دوره شما زن و مرد دعوا میکنه، مرد میره خونه مامانشینا. قضیه من با بقیه فرق میکنه. به هر حال منم باید میام. کجا؟ خونه مامانتونا دیگه. لازم نکرده، شما همینجا ببون، کارم که تموم شد برمیگردم میام پیشت. مثلا خونه من حوصله‌ام سر میره، کسی نیست باهاش حرف بزنم. خب با خودت حرف بزن، تو این 70 سال چیکار می‌کردی؟ خب تو این 70 سال کسی منو نمی‌دید باهاش حرف بزنم. ولی تو منو می‌بینی؟ من با تو حرف بزنم. گفتم یه حکمتی داره. حکمتش هم اینه که من با تو حرف بزنم، تو مشکل منو حل کنی. خب پس کی مشکل منو حل کنه؟ چیه مگه جن دیدی؟ چرا تو این خونه همه یهوی سر و کلهشون پیدا میشه؟ برای اینکه اینجا باغ سرهنگه. تشریف می‌برید به سلامتی؟ بله. اگه دلتون خنک میشه دارم رفع زحمت میکنم. خداحافظ شما. تنهایی؟ پس زنت کو؟ اون نمیاد. اون نمیاد؟ تو داری میری تنهایی، اون نمیاد؟ به تو هم میگن مرد، مگر از رو نقش من رد بشی؟ برو پیش زنت. آخه رام نمیده تو خونه. دستش درد نکنه. چرا همه با من لجن؟ چرا هیچ کس به فکر من نیست؟ اگر من به جای برادر سمیرا خانم بودم تو رو دو شقت میکردم. حالا از جلو چشمم دور شو. برو من تو رو درستت میکنم. راش نخیده. آقا سارم دارم خفه میشم. بهتر جدی دارم خفه میشم آقا. خیلی خوبه، چون منم جدی جدی میخوام خفت کنم. آقا چرا؟ من که کاری نکردم. باز میگه چیکار کردم؟ خیلی پر روی. کی بود؟ من نبودم. من بودم. تو نبودی؟ صاحب کن ببینم دست دار نکنه سالار گرفتیش. حالا از پشت میزنی در میری ها؟ نزدیک دست شما داشتم خفه میشدم، چطوری میتونم از پشت بزنم؟ حرف نباشه، خواهر من تنها میذاری میری خونه مادرت. نزن جون مادرت، نزن. بس کن نزن در آورده. ما که هنوز نزدم، حالا کوتاه دست به زن منو ببینی، زورت بگی یه دونه خواهر من رسید ها؟ باور کنید اون منو از خونه بیرون کرد. ببین چه بلایی سرش آوردی که مجبور شده این کارو بکنه. خون به دلش کردی. آقا سهراب من تا حالا از گل نازکتر به سمیرا خانم نگفتم، باور نمی‌کنی؟ ببریم بالا از اعظم خانم بپرسیم. از اعظم خانمم پرسیدم، میگه خودتو الکی زدی به هپروت که هر بلایی خاصی به توی سرش بیاری. ای آقا سهراب حرف نزن، صدا تو بیار پایین. آمیشه امشب میری خونه از دل زنت در میاری، شده انقدر جلوی اون پنجره میشینی تا تو را بده تو خونه. وای به حالت بیام ببینم خونه نیستی، وگرنه توی همون باغ سرهنگ خونتو میریزم، دو شقت میکنم. روشن شد؟ بله روشن، به شدت.
حیف این سالار که میخوای باهاش نون ببری سر سفره خواهر من. برو تا پشیمون نشدم. کجا؟ بله. شب میری کجا؟ خونه. خونه کی؟ خونه خودمون، خونه سمیرا خانم. اگه نرفته باشی؟ من خونه رو میریزیم دو شقم میکنیم. آفرین پسر خوب، الان هم مثل بچه آدم. برو چند تا مسافر از کف خیابون جمع کن، پولشان بریز تو جیب خودت. برو. بنزین بزن. قبقبی میگم چرا رفتی تو قیافه؟ چی میگی؟ مگه نمیبینی حال روزم ها؟ آسارا میخواد دو شکم کنه، سمیره جوابمو نمیده. ای خدا. خب راست میگی، اوزاد بعد جوری قاطی برقاطی شده. البته خوبه که من هستم، دو کلام حرف مردونو با من میزنی خالی میشی، درسته؟ آره واقعا. میگم راستش دیشب تا صبح خیلی فکر میکردم. میدونی من چرا نرفتم؟ چرا؟ برای اینکه این دفعه حکما من باید رحمت خانم رو ببینم. برای همین از تو منو میبینی. جدی میگی؟ آره آجون، من این دفعه باید رحمت خانم رو ببینم، بعد ایشالله برم دیگه برنگردم. ایشالله مبارک. پس بریم دنبال کارو من. برو آجون. چی داری میگی؟ من خودم اینه ها خر تو گل واموندم، سه روز یه دونه مسافر سوار نکردم، یک قرون پول در نیاوردم، حالا بیافتم دنبال کار جنابالی؟ واسه ببینم تو که گفتی مطربی نراننده. رانندگی شغل دفعه منه. بینم اصلا من رو صندلی جلو چجوری مسافر سوار کنم؟ به سادگی، من چجوری نشستم اینجا؟ بشه رو تو؟ خب نه، بره عقب بشینه. آقا صندلی جلو خرابه، عقب بشین. خاله چه واسه دل آزول زدی به این؟ پاشو بپرس دیگه، الان میگه میخوام مسافر بزنم، دیر شد، ال شد، بل شد. آقای مطرب که شغل دو بدران رانندگیه. پدر. بله. شما رحمت خانومو میشناسین؟ کدوم رحمت خانوم؟ رحمت توپچی. ای بابا رحمت خانوم؟ تو اگه نوای من بودی میدونستم. نه چطور مگه؟ صاحب باغ سرهنگ یادتونه؟ آها اون رحمت توپچی. رحمت خانوم. خانوم بابا چرا اینا احترام بزرگتر حالشون نیست؟ پس میشناسیدش؟ میدونی کجا زندگی میکنه؟ نه از کجا بدونم؟ میشه از فک فامیلی یه پرسجو بکنید؟ چرا؟ مسنترین شخص زنده شجر ناممون همین خانومه. تو از کجا میدونی؟ تحقیق کردم. چرا؟ برای گذشتمون، برای ریشه هامون و به خاطر شجر ناممون. آفرین آفرین پسرم، من به وجود تو افتخار میکنم. دلت شاد بادا در این روزگار، غمت خاک بادا در این روزگار. چو هستی پی ریشه هایت، بخند که مانی تو در این جهان ماندگار. به 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 و مرگ. آنقدر از کار تو ذوق زده شدم که به ناگاه چشمه شعرم
فوران کرد. خب که چی؟ فوران زنده باد. آقا جون واسه شعر میخونه ذوق پسرش میکنه. آقا زرد بادو در. آقا لا تو اسم نصر اخ بگیر ازش. واسه چی زنده با تخت تخت؟ پدر میتونید کمکم کنید؟ نه ببین چند وقت قبلا هم بهت گفتم من تا مجوزو نیاری پول نمیدم. نه اونو که نمیگم پدر. اونو صد دفعه بهم گفتی. اینو میگم رحمت خانوم میتونم روی کمکتون حساب کنم پدر. والا شاید اقوام دور بتونن یک کمکای بهمون بکنن. خدا شکر خیلی خوبه. میدونی مشکل چیه؟ مشکل چیه؟ من مدت هاست که این اقوام دور رو ندیدم و هیچ خبری ازشون ندارم. خب مجدد باهاشون ارتباط برقرار کنید پدر. به خاطر ریشه هامون. به خاطر ریشه هامون من هر کاری انجام میدم. فضولی موقف به سرجاش. مرم از یاد. خدافز. راست میگه دله. خوش اومدی شکم فراخ. یعنی فکر میکنی بابات میتونه آدرس خانم رو پیدا کنه؟ من که فکر میکنم میتونه. فقط فکر میکنی چقدر طول بکشه؟ خیلی؟ نه فکر نکنم زیاد طول بکشه. من مطمئنم زود پیدا میکنه. بینم راستی هم شبه چی کار میکنی؟ خب این نری خونه آقا سهراب خونه تو میریزه اون با تعارف نداره؟ پس میری؟ اون وقت چجوری؟ اگه آدرس رحمت خانم رو پیدا کنه خدای شکر میگم به دلم برات شده پیداش میکنه. من از چشاش فهمیدم که پیگیر میشه. یعنی اونجوری هم که تو بهش گفتی قطعا پیگیر میشه. نه صحبت ریشه شد آدم با ریشه یه بابات. ماشاءالله بارکالله. تیکه عصبی دارید آقا؟ تفلک جوونم از بنده خدا. هدا 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 یه دقیقه بیا یه دقیقه بیا کارت دارم. بیا 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 وایس ببینم چی تو کلته. من دوباره باید برگردم برم باغ. خودت که میدونی شب نمیتونم سمیرا رو تنها بذارم. نظر منو میخوای بفرست بده خونه داداشش. چه حرفا میزنی خواهر منو؟ تو خودت باشی تازه عروسم باشی بعد از دو روز دوباره حاضری برگردی بری پیش داداشه؟ مسئله اینه که من اصلا قصد ازدواج ندارم داداش. مسئله من اینه که ازدواج اصلا قصد نمیخواد، خواستگار میخواد. آخ ببخشید خواستگار که گفتم تو اصلا خواستگار نداری. اشتباه کردم. اتفاقا خیلی خوبم خواستگار داری. صف کشیدن دم در قطار قطار. غلط کردم. تو باید کمکم کنی. حتما توقع داری من شبا برم باغ پیش زنت بمونم. همچی توقعی ندارم ولی توقع دارم کمکم کنی که کسی شک نکنه که من از اینجا بتونم برم اونجا. هدا هدا شدم یه بند رو مخمی. فکر کردی تو رو مخ من نیستی؟ دیوونم کردی. تو دیوونه بودی. حرف دهن تو بفهم وگرنه. وگرنه چی؟ تو کوچه خیابون دماغ تو بگیرن جونت در میره. تو خونه میای صدا سان زیاد میکنی؟ باز شروع کردی شماها؟ از این پسر عزیز دردودت بپرس هر چیه تقصیر اینه. نه 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 از دختر گیس گلابه تو ابرو کمر پشت کنکوری تو بپرسی. آره پشت کنکوری هم ها ها ها. اگه از اون مغز اسفنجی تا حالا کار کشته بودی الان فوق دکتراتو گرفته بودی. اینه که دلم میسوزه. دلم نمیخواد از این مغز اسفنجی کار بکشه. اصلا من یه نقطه تو فضا جنابالی مبدع مختصر. نه فرمایید من آب هست شما شیر مرغ. نه نه نگو اینجوری مادرت ناراحت میشه. من مت شما سال نوری. من آهن ربا تو سیاچاله. نه 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 شما مجنون مخصم آب هندونه. باری کلا باری کلا خجالت نمی کشین شما؟ چتون شده باز این چه زبونی که با هم دارین صحبت میکنی؟ من رفتم مادر. کجا سب کن ببینم. مادر ولم کن. با تو هم ولم کن. میبینی مادر این دختر شما حرف حساب علیش نمیشه. من دیگه نمیتونم اینجا زندگی کنم. کجا میری دیلا؟
دلم شکست. فکر کردی بری ناراحت میشم؟ نه اتفاقا خوشحال میشم، چون وقت دارم به درس ها برسم. از کوری چشم تو امسال کنکور تک رقمی قبول میشم. تک رقمی؟ 2000 بده آش به همین خیال با. بفرمایید شما خرو. میبینی یه بنده رو آدمو تحقیر میکنه؟ خب فقط یه لیسانس هنر آبکی داری. همین لیسانس آبکی هنر خودش هم نتونسته بگیره مامان خانم، داری آتیش میگیری. بابا من مینیمم نسبی، جناب علی ماکسیمم مطلق. نفرمایین، من مارمولک حقیر، شما تمسای کبیر. نه داداش من، من علوم اول راهنمایی، جناب علی فیزیک کوانتا. میری یا برم؟ بس دیگه. چرا بری؟ من میرم. خدافظ مادر. کجا؟ نمیدونم، یه جایی میرم که اینجا نباشه. مثلا کجا عزیز دل من؟ یه جایی که آرامش داشته باشم، بتونم رو آهنگای آلبومم کار کنم مادر. آخ مامانم اینا، بمیرم که اگه تو نباشی دنیای هنر ماتم میگیره. من کی باشم که دنیای هنر ماتم بگیره از نبودن من؟ این شمایی که از نبودن همه آموزشگاه‌های کنکور نگران میشن، ورشکست میشن، باید درسشون تخته کنن. بس دیگه بچه ها. خیلی خوب، من بس میام، رفتم مادر. کجا این رفتم؟ میرم خونه دوستم. بلش کن مامان، بذار بره. مرد کن، نه هنوز بلد نیست خودش پیرنش رو اتو بکشه. ساکت باش. ببینم شما امسال چه گلی به سر دنیای علم و هنر میزنی. داداش من تقویم جیبی، تو مؤسسه ژئوفیزیک. اصلا من واشر، شما ارباب حلقه ها. این خونه باشه واسه شما همه کتاب کنکورات که تو این چند سال جمع کرد. خلافه اخزان رفت. یعنی چه؟ چی شد یهایی؟ من چه بدونم. دامت گم، دامت گم. اینا چی بود به همی گفتید؟ ما آباز، شما چی؟ شما شیرموز. آره این کلکل امروزی هست. ولی اون وقت ما اینجور دعوانم کردیم که یکی یهو داد میزد آی نفس کش، یهو تیزی و چاقو بود که میومد بیرون. آقا جون، آره آقا، البته ما نه، ما که اهل این حرفا نبودیم. ته تهش یه کفگرگی بود و یه قطابی عباسی تا یه زرقاتی چکلقت. ولی امروز همه چی عوض شده، درگیری هم ریختش عوض شده. الان میریم سراغ جنگ نرم، میریم سراغ گفتگوی کلامی، همدیگر میچزونیم. ولی هرچی بود خیلی باحال بود. من مارمونک شما تو امسا. اینو راست گفتی واقعا مارمونکی ها. جدی مارکلام. اب نداره، اب نداره آقا ارسلان، شما ما رو بکوبون، اب نداره. نه جان تو، شوخی کردم پسر جون، من همه رقم پات هستم، از هیچی هم نترس. نمیترسم. خب پس سر را میریم ماشین آقا سورا رو بهش میریم، یه دونه دسته گلم میگیریم، یه جبه شیرینی تازه هم میگیریم و خودمون رو آماده میکنیم واسه منت کشی. چی شد؟ مردم منت کشی؟ مرد سایی من میگم پات هستم اون وقت میگیم منت کشی؟ دسته گل؟ آره یه رسم آشته کنون امروزیه، تو هم به کارت میاد، بعد یاد بگیری. اصلا من پوچ، شما گل، من کته با ماست، شما چلو با ششنیک. دمت گرم آقا جون. اصلا داشته باش، ما چرخ گاری، شما ماشین مشتی مندلی. آقا ما چقچقه، شما همون تیاره. آقا اصلا من چاقو جیبی و این میبه پوسکری ها، شما دشنه و قطار و قمه. آقا مسافر سلام ببخشید، من ببخشید. این طرفا؟ وای نمیدونی چقدر دلم پره، دارم میترکم روحی. میمیری جلو اینا به من بگی روحانگیز، روحی نگی؟ خوش به حالت که دغدغت فقط اینه که بهت بگم روحانگیز. چته؟ اینجا که نمیتونم صحبت کنم. بریم یه جایی خلوت پیدا بکنیم، دو کلمه من درد دل بکنم. میام خدمتتون. آخه کامیون کاظم آقا، یادش بخیر. خدا رحمتش کنه. خدا رفته اون همه رو رحمت کنه. یادته با این کامیون چقدر میرفتیم شما؟ با بچه ها اون پشت پتو پهن میکردیم، بالش پشتی میذاشتیم پشتمون. وای چقدر قشنگ. بچه ها کوچولو که بودن ها، عاشق این پشت بودن، چه عشقی میکردن اینجا. کاش همونجور بچه میموندن. وای کشتی منو، بگو دیگه چی شده. چی بگم، هادی و هدا دعواشون شده. دعوا. خب دیگه تازگی نداره. این دفعه خیلی با دفعه دیگه فرق میکنه. هر کاری کردم آروم نشدن. ای بابا، برادر خواهرن دیگه، قهر میکنن، آشتی میکنن. نه عزیز من، هادی رفت. یعنی دوباره رفت شیراز؟ نه عزیز من، چه میدونم،
خب یعنی چی چه میدونم؟ خب نمیدونم. خب تو چی میدونی؟ هیچی نمیدونم، فقط میدونم بچم از دستم رفت. وای ای بابا، یه پسر بزرگ یک دو روز میره خونه دوستی آشنایی بعد برمیگرده دیگه. یهویی اینجوری شد، رفت خدا رو آورد خونه، نشستن با هم نهار خوردن، یهویی رفتن بالا، دیدم صدای دعواشون بالا گرفت، منم بدو بدو رفتم بالا. مگه تونستم آرومشون کنم؟ اونم انگار چمدونش از قبل آماده کرده باشه، چمدونش بسته را افتاد و رفت نمیدونم کجا. اب نداره، میرم میگردم پیداش میکنم، باش حرف میزنم. هاشم آقا چی فهمی؟ بهش خبر ندادم که، گفتم حالا شاید تا شب بخواد برگرده. میبینی تو رو خدا، آدم عمر و جوونیش رو پای این بچه ها میذاره، آخرش هم میذارن و میرن. آروم باش دیگه تو هم، تو قور میزنه. یادته کاظم آقا که رفت سوار کامیونش شدی و زدی به جاده؟ خب آره، باید خرج زندگی رو درمی آوردم دیگه. یادته 7-8 تا بالش هم میچیدی پشت تا پات به کلاچ دنده برسه؟ اولا که دنده پا نمیخواد، بعدش هم بله حرفیه. نه چه حرفیه.